Bismillahirrahmanirrahim. ما در درس 62 تجوید قرار داریم. وقوف یک اندازه درس مشکل است، من که باید ما معنی بعضی آیات بفهمیم که از این خاطر ای برای کسایی که عربی نمی فهمن یک اندازه مشکل است، ولی کوشش میکنیم که تا اندازه امی طریقه هایش بر شما بیان کنیم و بعد از این در درس‌های بعدی علامه گذاری های در قرآن موجود است که او برای ما راه را آسان تر می سازن. ما در درس‌های گذشته گفتیم که اقسام وقف بر احوال وقف کننده به 4 رقم بود: وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری و وقف انتظاری. و ما راجع به وقف اختیاری خواندیم و گفتیم که 4 قسم موجود داره، 4 قسم وقف موجود است که وقف تام، وقف کافی و وقف حسن که از 3 از این وقف ها جایز است، و وقف قبیح 4مش است که این قبیح است، حرام است، این باید نشه. حالا ما در این درس مثال های از وقف تام، وقف کافی و وقف حسن هم میگیم و وقف قبیح هم یک مثالش آوردیم که شما بر شما معلومات باشه. وقف تام یا وقف کامل ما گفتیم که معنی در اونمو آیتی که ما میخوانیم و هر جایی که ما استاد میکنیم او معنی تکمیل میشه، و اینمی آیت با آیت و یا گرامر و معنی آیات بعدی ارتباط نمی داشته باشه، به خاطر از اینکه خودی از امو آیت که ما خواندیم، امو قسمت را که ما استاد کردیم، وقف کردیم، او مکملا معنی را یک معنی مکمل میده. مثلا مالک یوم الدین، آیت بعدیش ایاک نعبد و ایاک نستعین. میبینین که مالک یوم الدین یک معنی علایده میده و ایاک نعبد و ایاک نستعین یک معنی علایده میده. این اردوی معنی ایتو با هم ایچ ارتباط نداره. ای وقف تام یا وقف کامل اکثرا در آخر آیات ای آمده و ایرم در آخر آیات که ما استاد میکنیم ایره به نام وقف تام یا وقف کامل یاد میکنن، که آیت اولی با آیت دومی در گرامر و در لفظ و در معنی ارتباط نداره. مثلا مثال دیگهش اولئیک علی هدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون. ای راجبه کسایی که الله متعال ایشان هدایت میکنه و آنها رستگار هستند، معنی از این آیت است. و آیت بعدی کاملا آیت دیگه است، راجبه کفار گپ میزنه. ان الذين كفروا سواء عليهم، یعنی امی آیت اول را که ما خواندیم ای مکملا معنی خود تکمیل کرده، و در سر مفلحون که وقتی ما استاد کردیم آخری آیت است، و وقتی که ما شروع میکنیم از سر اول آیت بعدی شروع میکنیم. ای وقف تام یا کامل بود که امید است فهمیده باشین. وقف کافی از نامش پیداست که کافی است، یعنی که معنیش میته، معنیش تکمیل است و با لفظ یا گرامر آیت بعدی ارتباط نداره، ولی با معنی با آیت بعدی ارتباط داره. در بالا ما در وقف تام گفتیم که با آیت بعدی ارتباط نداره، ای با معنی در آیت بعدی ارتباط داره اما با گرامر ارتباط نداره. مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اینا ما در سر ينفقون استاد کردم. ای آیت برای من مکمل معنی میده که کسانی که ایمان آوردن به غیب و نماز میخوانن و به آنچه که الله متعال برشان داده یا انفاق میکنن. مسلمان ها این مطلب از راجب مؤمنان بود. و آیت بعدیش والذین یؤمنون بما
انزل الیک بازم راجع به مؤمنان گفته شده، راجع به مؤمنان بیان میشه که این آیت که من خواندم در اول یام راجع به مؤمنان است و آیت دوم در معنی راجع به مؤمنان است. اگر ما در جای توقف میکنیم این وقف کافی میگن و حکم نیازی است که هر جایی که ما توقف کردیم بعد از او شروع که میکنیم، از اون جایی که توقف کردیم از اون به بعد شروع میکنیم. مثال دیگه از این در ای خود در آه ای مثال بالا رقم در آخری آیت نشان دادم. در مابین آیت اگر ما در نظر بگیریم وقف کافی را، مثلا و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در سر خلیفه ما استاد کردیم. این وقف کافی است، یعنی اینمی آیت برای ما معنی میده که الله متعال به ملائک میگه که من میسازم بروی زمین خلیفه. اما باقی آیت که است در معنی با آمی قسمت را که ما خواندیم ارتباط داره و وقتی که ما شروع میکنیم در وقف کافی ما ضرور نیست که ما پس بریم به آیت اثر بخوانیم. ما از قالوا اتجعل فيها از این بعد شروع میکنیم. این وقف کافی است، یعنی هر جایی که ما در وقف کافی استاد کردیم از او بعد شروع میکنیم. یعنی در وقف تام و وقف کافی در اردوی ازی در هر جایی که ما استاد کردیم و وقف کردیم و ابتدای تلاوت خدا و بعد از او از اون جایی که توقف کردیم ما میگیریم. این بسیار مهم است که معنای آیات باید بفهمیم. وقف حسن، وقف را میگن که ما ارگاه توقف میکنیم در یک جایی که برای ما معنی را افاده میکنه و لفظ و یا گرامر و معنی ما بعد از او با ایش ارتباط داره. و وقتی که ما استاد میکنیم، وقف میکنیم تلاوت و پس دوباره میخواییم که شروع کنیم، از باقی شروع نمیکنیم مثل وقف تام و وقف کافی واره. باید پس یک دو سه کلمه پشت سر را گرفته و یا در امو کلمه را که ما استاد کردیم امو کلمه را دوباره تکرار کرده پیش بریم. مثلا مثالش سعی کنین، ختم الله على قلوبهم، اینجا من در قلوبهم استاد کردم، وقف کردم و نمیتونم که وعلى سمعهم پیش برم. پس یا قلوبهم دوباره تکرار کنم یا ای که از سر برم نفس زیاد بگیرم و مکمل بسازمش. یا میتونم بگیم که ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، یا ای که من در قلوبهم که استاد استم قلوبهم و على سمعهم. و مثال دیگه ازی در وقف حسن، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، در سر حنفاء ما استاد کردم و نمیتونم که و یقیم الصلاه شروع کنم، باید دوباره پس یک اندازه پشت سر برم بعد از او ادامه بتم. کیره وقف حسن میگن. و وقف قبیح او را میگن که معنی تکمیل نشده باشه، ما در یک جای استاد کنیم و او معنی مکملا دیگر حکم و معنی بیخی یک چیز دیگر را ارائه کنن که خلاف از حکم قرآن باشن. مثلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، ده الصلاه وقتی که ما استاد میکنیم این معنای زیر میته که ای کسانی که ایمان آوردین نزدیک نشین در نماز. ما نباید اینجا استاد کنیم به خاطر که وقف قبیح است یا حرام است. ما بگیم باید بخونیم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ده سكارى اگه ما استاد کنیم این آیت که ما خواندیم معنی میده که ای کسانی که ایمان آوردین به نماز نزدیک نشین وقتی که شما
نشستیم و اینجا ما پسیر از حالت قبح به حالت وقف حسن تبدیل میکنیم. این درسای خود ما انشالله ادامه میتیم. وقف یک اندازه سقیل تر است و باید معنی زیر ما بفهمیم. انشالله در درسای بعدی مثالای زیادتر ما آورده میتیم.